شرکت آی بی ام یکی از بزرگترین ارائه کنندگان خدمات اینترنتی در امریکا در همکاری با شرکت گوگل هرات را برای فعالیت در افغانستان برگزیده و اینک در آن شهر خیمه زده. برنامه تکنولوژی اطلاعاتی در هرات از سوی شرکت آی بی ام برای باثبات کردن خدمات بازرگانی طراحی شده. هدف آن کمک به رشد و توسعه تجارت در این ولایت است. پروژه مهم آموزش دانشجویان رشته تکنولوژی و آوردن نقشه هرات در گوگل مپ. در قسمت گوگل یکی از پروژه‌های خیلی خوبه، ما تونستیم با او همکاری کنیم در قسمت نقشه افغانستان روی اینترنت هست که خودمو مدیر پروژه از گوگل از نقشه افغانستان روی گوگل بودم. تمام این مناطق نامگذاری شده و به شما میگه دقیقاً که کدام موقعیت از هرات قرار داره و این پروژه بود که موفقا ما تونستیم هرات رو ختم کنیم و قدم بعدی انشالله سمت شهر مزار شریف هست که روی از اون انشالله کار میکنیم و او هم بشه که به اتمام برسونیم و در نهایت یک نقشه کامل از افغانستان روی اینترنت داشته باشیم. آی بی ام فرصت های هرات را مشخصه متمایزی می دهد و در نظر دارد از اینجا فعالیتش را به سایر شهرها گسترش دهد. اگر به شهر هرات در غرب افغانستان نگاه کنید، از نظر بافت اجتماعی با سایر نقاط افغانستان متفاوت است. 70% اقتصاد از کشاورزی منشأ می‌گیرد و کشاورزی ارزش بیشتری پیدا کرده. دو بخش دیگر صنایع خفیفه و معدن هم رشد کرده و فرصت‌های زیادی برای تکنولوژی اطلاعاتی به وجود آمده تا فعالیت‌ها در این عرصه را تقویت کند. اینجا اگر ما در نظر بگیریم نگاه به آینده در هرات با تکیه به تکنولوژی مدرن وابسته شده. بتانیم تا اگر خود ما از چیز نوآوری از خود داریم با مردم دنیا ایره خبر بتیم که ما هم کس هستیم که بتانیم جایگاه خود در جهان ثابت کنیم. پوهنتون یا دانشگاه هرات که روزگاری در محیط کوچک قرار داشت، اینک بستر بزرگ یافته با 100 استاد موفق لیسانس و جذب همکاری دانشگاه‌های معتبر غربی از آلمان تا آمریکا. 10 سال پیش دانشگاه هرات در یک ساختمان کرایی در مرکز شهر قرار داشت و حالا این ساختمان بزرگ وقف دانشگاه شده و هنوز ساختمان‌های زیادی در حال تکمیل شدن هست. بیش از 8500 دانشجو از ولایت‌های مختلف اطراف هرات اینجا برای آموزش می‌آیند و تصورشان این هست که بهترین امکانات را دارن از نظر آموزشی و از نظر داشتن استادان خوب. بعد از 10 سال باز خوش آمدین. در اون زمان تو شما تعمیرهای شخصی را دیدیم، ما به راهروها درس می‌خوندیم، به پیاده خانه ها درس می‌خوندیم. پیاده خانه های شاید یک وقت هیزم خانه های اون تعمیر شخصی بوده، ما در آشپزخانه درس می‌خوندیم. اما خب امروز ما تعمیرهایی داریم، صنف های ما روی هم رفته معیاری هست. این نمود تعمیر بیرونی را که دیدین بفهمین که از جهت های درونی و کارهای معنوی و فرهنگی و کیفیتی هم دانشگاه هرات مدارج بسیار بلند را طی کرد. فرصتی که آرزوهای زیادی را برای تحصیلات عالی تحقق می بخشد. امروز من رئیس یک مؤسسه هستم، من ماتر دارم، از خود خودداری میکنم، مؤسسه هستم، تحصیلات عالی خود انکشاف میدم و خواستم زیادتر از هست که من به مسابقه یک دختر افغان و بیرق افغانستان در سر تا سر جهان انکشاف بدن، به اعتزاز در بیارن. خود من مؤسسه سال اول ژورنالیسمم، در پلازی یک نشریه به نام بیوتی، اولی نشریه زیبایی در افغانستان، مسئولیتی دارم که پیش میبرم. دانشگاه هرات هنوز در حال توسعه است و برنامه سال آینده جذب 10,000 دانشجوست که 70%شان از ولایت‌های دیگر برای تحصیل عالی می‌آید. آصف معروف، BBC هرات.